یوحنا فصل سوم. یک نفر از پیروان فرقه فریسی به نام نیکودموس که از کلانهای قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما میدانیم تو معلم استی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو میکنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی جواب داد: به یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیکودموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی جواب داد: به یقین بدان که هیچ کس نمیتواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی، اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. نیکودموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ به یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقت درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همان طوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای چوب قرار داد، پسر انسان هم باید بلند کرده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب زندگی ابدی گردد. زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی شود. زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند، بلکه تا آن را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد از او بازخواست نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم بازخواست این است که نور به دنیا آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانستند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در خدا ترسی انجام شده است. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدت با آنها مانده مردم را تعمید می داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم و تعمید دادن مردم مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیافتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه در مورد مسئله طهارت پیدا شد. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت دادی، در اینجا به تمید دادن مردم مشغول است و همه پیش او می روند. یحیی در جواب گفت: انسان نمی تواند چیز جز آنچی خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده هم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. خوشی من هم امین طور کامل شده است. او باید ترقی کند و من باید از نظر بیفتم.
کسی که از بالا می آید ما فوق همه است، و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آن چی دیده و شنیده است شهادت می دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را به حد و اندازه به او عطا می فرماید. پدر به پسر محبت دارد و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا می باشد.